شما شعاری که تو رادیو میرید همکارانتون و زبان شما و زبان خودشون میگن این است که وظیفه‌شون اطلاع رسوندن به مردم هست و در این اطلاع آگاهی و در اون زمینه رو برای اتحاد و کنار هم بودن، همراه بودن. واقعا فکر میکنید چیکار باید کرد که این همراهی فراهم بشه؟ من فکر میکنم که شاید الان زمانش هست با همه وضعیت خرابی که در ایران هست و ایران در مواضعی که قرار داره از نظر ملی و بین المللی، الان بیش از هر زمان دیگری کنار هم بودن و اتحاد آزادی خواهان ایران، اینا مسئله است. شما واقعا طرحی دارید، یعنی فکری دارید نسبت به این قضیه؟ من جزء اونطور که اشاره فرمودم، جزء هدف‌های رادیو همراه این است که ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیانه. شما ابتدا باید ارتباط رو برقرار کنید، بعدن خودتون رو آنگونه که هستید ارائه بدید، دیگری هم همینطور با هم گفتگو کنید و از اون طریق است که اتحاد به وجود میاد، یعنی از سر شناخت، آگاهی و ایجاد ارتباط و یا یه نوع گفتگو، هرچی میخواید نامش رو بگذارید، که نتیجتا ما رو معلومه به دلیل اینکه یک انسانی، دو بسیاریمون به یه اصول اخلاقی و انسانی باور داریم، سوم هدفها، امیدها، آرزوهایی در مسیر آنچه که مربوط به انسان هست و ایرانی هست داریم. خب معلومه که کنار هم قرار میگیریم، یعنی وقتی که من با استالی آشنا شدم و گفتید من گرسنمه میخوام برم یه جا غذا بخوریم، منم گفتم گرسنمه، با هم بریم، شما در اینجا ارتباط رو برقرار کردید، ولی بعدن به دنبالش یه نوع ارتباطی که منجر به نزدیکیه و بعدن ای بسا دوستی و اتحادم میتونه بشه. اشکال کار در نبودن ارتباطه و بعدن اتحاد، و این ارتباط هم معناش نیست که آدم ها رو به هم معرفی میکنیم، شما به تدریج نوع افکار عمومی رو به وجود میارید که این افکار عمومی در جامعه جا افتاد. من وقتی به شما میرسم خودم رو شبیه مانند شما میدونم، به همین جاست که فرض بفرمایید اگر من و شما در اثر گفتگو به این نتیجه برسیم که نوع ازدواج خوب سالم دنیای امروز خانواده هسته‌ای است، یعنی زن و شوهر بچه‌ها، اگر من و شما به اینجا برسیم که دوران ترس و تنبیه و کنترل به سر آمده و موضوع پرورش و تعلیم و تربیته، اگر من و شما به اینجا برسیم که دوران برابری و برادری است اما همچنان مسئله اصلی در بردباریه و در این زمینه توانایی‌های پیدا کنیم، موضوع خیلی فرق می‌کنه. همین مطلبی که هستالی می‌فرمایید، امروز نفر اولی که ساعت 4 تا 6 روی خط آمد از ایرانم بودن، موضوع رو در جهتی که چرا ما ایرانیان نمیتونیم راحت کنار هم باشیم و متحد بشیم صحبت کردم، که من مطالبی رو گفتم. علت که عرض می‌کنم، خب این موانع اگر برداشته بشه، همینقدر که ارتباط برقرار بشه، زمینه‌ای رو برای تفاهم که فهم همدیگه است به وجود میاره. و چون باور من این است که ما وقتی به هم نزدیک بشیم صمیمی میشیم، حتی یه قاعده روانشناسی است بهش میگن revealing create intimacy، یعنی هر وقتی کسی خودش رو ابراز میکنه، حسش و احساسش و عقیدش رو بیان میکنه، به دیگران احساس صمیمیت و دوستی و نزدیکی میکنه و در نتیجه فقط کافی است ما با هم حرف بزنیم. به همین جاست که دوستان شما برخی از اوقات کیا هستن؟ کسانی هستن که باشون حرف زدید، و همین جا خودش مقدمه است برای دوستی و آشنایی. و در نتیجه انسان به دلیل ویژگی روانیش، حتی اون لغت انسان، نه اینکه بگم حتما چنین، از لغت انس میاد و این انس از دوستی فراهم میشه. بنابراین چرا امروز این همه اهمیت میدن به گفتگو؟ چرا این همه اهمیت میدن به اینکه من احساس آزادی و راحتی بکنم در ارتباط با شما؟ چرا امروز گفته میشه صمیمیت یعنی اول حرف بزنی بعد فکر بکنی؟ چون موقع معلوم قصد دفاعی از خودم، حمله به شما یا هیچ چیزی از این قبیل رو ندارم. من این منم و ضمناً آمادم که بگم این افکار و عقاید منه، بالاتر از اون بگم افکار و عقاید منه که از من جداست.
در جوامعی که مردم خودشون رو با عقیدشون یکی میدونن، اون زمانی که شما به عقیدشون حمله میکنید فکر کنن به اونا حمله کردید، و روزی که عقیده ای رو غلط یا بد میدونید میگن منو بد میدونه، و بعدم یه ذهنیتی دارن که آدم بد باید مجازات بشه یا آدم بد بهتر اصلا نباشه. پس بنابراین روزی که استالی با عقاید من مخالفت میکنید، معنای دیگه‌اش این است که آرزوی مرگ و نابودی من دارید، در حالی که روزی که متوجه بشیم ما قرار مختلف و متفاوت باشیم و اون چیزی که واقعا واقعیت و حقیقت است از برخورد این عقاید مختلف و متفاوت به وجود میاد، و هیچ جامعه‌ای و هیچ خانواده‌ای و هیچ دو نفری از این که بتونن راحت و آسوده با هم صحبت کنن به نتایج بد و غلط نرسیدن. تمام موضوع جنگ و جدایی و اختلاف ما سر ندانستن از حضور هم، وجود هم، آشنایی با هم و آگاهی است. بنابراین وقتی میفرمایید هدف رادیو که رادیو همراه ماجرای ارتباط و اتحاد، درسته همونجا هم باز استالی میبینید، یه تأکید دارم به اینکه این رادیو که صحبت بعدی من با شما و آقای دکتر نیری تو این چارچوبه، این رادیو اصل و اصالت رو در چی میدونه؟ در انسان. موضوع اصلی انسانه، نه هیچ چیز دیگه. دوم اخلاق، اون پایه کار ماست، بعد علم و عقل و واقعیت. بنابراین انسان اخلاق، علم و عقل و واقعیته. من بقیه چیزا رو مرحله دوم برش کالم، یا مطلب شعاری که میدم که برام مهمه که رادیو همراه بی تفاوت، نه تنها بی تفاوت و بی طرف نسبت به مسائل و منافع ایران و ایرانی نیست. یعنی در دنیای امروز مثلا معنی نداره این حرف که بی طرف باشیم، یا بی طرف باشیم یا بی تفاوت باشیم. من به عنوان یه ایرانی نسبت به ایران و ایرانی حساسیت دارم. شما از قبل باید بدونید من وقتی به موضوع ایران و ایرانی میرسه آدم بی طرف و بی تفاوت نیستم. یا بی تفاوت باشم به من چه، یا بی طرف باشم بگم خب فرقی ایران با امریکا یا ژاپن نمیکنه. نه، من ایرانیم. چرا؟ برای که در دنیای امروز شما همچنان به دلیل فاصله و تفاوت قراره هویت داشته باشید و ارتباط از قبل اعلام کنید. درست مثل که استالی میفرمایید من زندگیم به فرزندانم یا همسرم مرتبطه، و انتظار نداشت باشید که من به گونه ای که با همسرم یا فرزندانم رفتار میکنم با بقیه مردم دنیا رفتار کنم. یه جایی مشترک هستند، ولی من تعلقم، تعهدم، مسئولیتم، وظیفم در ارتباط با همسرم و فرزندانم چیزیست متفاوت از بقیه، همطور که برای دیگری این حق رو قائلم که او هم قراره چنین باشه. بنابراین شما نمیتونید بگید من در ارتباط با همسرم و بچه‌ام بی طرف و بی تفاوتم. خب این اصلا یه دروغ، یه فریبه. به همین جاست که من به عنوان یه ایرانی اینو اعلام میکنم، و بنابراین اگر یه روزیه کسی من بگه تو در برنامه رادیویی جانب ایران یا ایرانی گرفتی، میگم بله، اعلانش هم کردم. به من میگید ای به بده، اونم شاید مخالفتی هم ندارم، ولی تکیم من مخالفتی روشن کردم. همونطور شما من بگید آیا تو در ارتباط با فرزندانت همون گونه رفتار میکنی که با بقیه انسان هست، بگم در یه زمینه کمی مشترکن، ولی در خیلی زمینه ها ابدا. به همین جد است که من وقتی که بمیرم اگر مختصری ازم باقی مانده باشه، یه دلاری هم باشه، مال اوناست، برای همه نیست، تعلق به کسی هم نداره غیر از اونا. به همین سادگی و این واقعیتی است که باید فهمید و پذیرفت. خیلی متشکرم دکتر. اجازه بدید بریم سر عشق. البته کتاب عشق نمیشه به این سادگی ها بست، ولی در این مرحله و در سال 1193 مجبوریم که این اصول 16 گانه ای رو که شما یعنی طرح طبقاندی شماست. بعد من عرض کردم که من برای عشق یه مقدار صفات و ویژگی ها trait and characteristic قائلم که آدم عاشق به دلیل عشق داره، و صحبت من با شما این بود که اگر شما عاشق دینا رو دارید، اگر عاشق نیستید بس کسی فارسی نمیدونه، باید برید این 16 تا چیز رو یاد بگیرید، تو وجود خودتون بکارید و اونو داشته باشید تا بتونید ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری رو پیدا کنید. یعنی اینقدر زبون بدونید که بتونید با یه ایرانی. من از اون کسی که اینا رو ندونه و این ظرفیت رو نداشته باشه زندگی چجوریه؟ نه عشق داره، نه سلامتی داره، نه خوشبختی. حالا شما اگر بدون عشق و سلامتی و خوشبختی میتونید خیلی پولدار باشید، میتونید خیلی با قدرت باشید، میتونید خیلی مشهور باشید و اینا رو هم نداشته باشید. بنابراین خالی خالید و ای بسا شما خیلی تفاوتی با درد و رنج و مرگ و مردن ندارید. به همجاست که خیلی هستن که چون این زمینه های سلامتی رو ندارن، این زمینه های خوشبختی رو ندارن،
این مایه های ارتباط و مهربانی رو ندارن، دنیا براشون یه جهنمه، فقط ای بسا مالک جهنمند یا تعیین کننده برای آتش جهنمند. اینکه کی کجا بسوزه از خودشون کجا بسوزنن. بنابراین به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی ماجرای من شما در سلامتی سستالی بهتر میدونید. شما بیاید همه ثروت دنیا رو داشته باشید اما درد داشته باشید، همه ثروت دنیا رو داشته باشید غم داشته باشید، ترس داشته باشید. مسئله اصلی و اساسی در تحلیل نهاری حال منه، یعنی همه این چیزا به خاطر اینکه من رو و حال من رو چه میکنه. به همین دلیل است که وقتی که اینا موجب اون حال خوب، اون احساس خوب بشن، من ازش بهره گرفتم و الا نه. به همین دلیل است که من و شما وقتی که عسلی میخوریم یه شیء، ولی به خاطر این حس احساس خوبی میکنیم که احساس شیرینیه. اگر گرسنه باشیم یا به هر حال احتیاج به اون داشته باشیم یا با ترکیب چیز دیگه باشه، یه عاملی است که در این تغذیه است، خودش لذت بر بستا به وجود آوردن لذت، لذت بخشه. از جانب دیگه برای سلامتی و انرژی و نیروی من به عنوان یه موجودی که احتیاج به این بنزین داره که کار بکنه، بنزین میده، هواپیمام سقوط نمیکنه. همین از من بگیرید، هیچ چیز دیگه هم ندید، بعد من میمیرم. مهمم نیست که سنم چیه، چقدر آدم خوب یا بدی هستم، چقدر میدونم یا نمیدونم. بنابراین موضوع اصلی در تحلیل نهایی مسئله داشتن ها نیست، مسئله بودن هاست. و به همین جهت است که بسیاری از مردم دنیا بسیار بسیار دارند به خاطر اینکه حال خوبی دارند، و بسیارند کسانی که همه چیز در بیرون دارند اما خودشون درونشون توهیه. و اونجا خرابه، اونجا آدم ها حتی دست به خودکشی میزنن، اونا آدم ها رنج میبرن. من بارها خدمتتون عرض کردم، من با آدم های بسیار ثروتمند، با آدم های بسیار قدرتمند، با آدم های بسیار مشهور روبرو شدم، ولی این ثروتشون و قدرتشون و شهرتشون حتی تا اونجا کمکشون نکرده که بتونن راحت بخوابن یا بتونن آسوده در یه جایی قرار بگیرن. به اینجاست که شما مواردشو آوردم، این آخریش، البته نه آخر آخرش، مایکل جکسونه که شما میبینید اینقدر درمانده و گرفتاره با همه اون همه چیزهای خوبی که داره که یک صدمش آرزو، یک صدم یکی از اونا آرزوی خیلی هست. شما با یه آدمی روبرو میشید که بعدن با دکتری رو اجیر کنه، ماهی 150 هزار دلار به او بده که این شبا فقط بتونه با داروهایی که برای اتاق عمل و بیهوشه بخوابونه، بلکه نمیتونه بخوابه و رنج میبره. به همین سادگی. یعنی مسئله اینجاست که نشون میده هم و آخر کارم به خاطر همونا و اشتباهات یا به هر حال نتیجه گیری از اون شرایط بد میمیره در سن حدود 50 سالگی. و اینا نشون دهنده یا دیگرانی که بودن. بنابراین اصلا موضوع این نیست، موضوع این است که من همطور که میتونم این میز رو بخورم یا اون دیوار رو بخورم، اون دیوار و این میز گرسنگی منو، درد منو و خطر مرگ من رو از بین نمیبره. یعنی اینا اگر باشن، و بسیاری از چیزا در جهان برای اون دردی که من دارم درست مانند خوردن این میز و اون دیوار در وقت گرسنگی، خودش به خودی خودش سر جاش، اون دیوار مهمه، این میزم مهمه، اما رفع گرسنگی من رو نمیکنه. بنابراین انسان یه حداقل رو میخواد که این حداقل بعد از رفع نیازهای فیزیکی که اگر نباشه مثل هوا یا غذا منو میکشه، امنیت و آرامشه. و این امنیت و آرامش مهمه. بنابراین هر چه من دارم اگر موجب امنیت و آرامش واقعی من میشه، معلومه که من کمک بزرگی میکنه، اگر نه گرفتاری است. به همین جهته که وقتی شما به قدرت میرسید یا به ثروت میرسید یا به شهرت میرسید، این سه تا عامل اصلی شما، مهم اینه که آیا شما رو به امنیت و آرامش میرسونه یا نه. بنابراین که من در تعریف موفقیت، شرط اصلی موفقیت وارد بحثش نمیخوام بشم، امنیت و آرامش. شما من بگید دکتر شدم ولی امنیت و آرامش نداشتم و ندارم، میلیونر شدم ولی امنیت و آرامش نداشتم و ندارم، همه منو میشناسن اما امنیت و آرامش ندارم، شما حاضرید هر کی باشه حاضر همه چیز رو بده مگر اینکه بیمار باشه و واو که اون امنیت و آرامش پیدا کنه. خب یه دسته
با داشتن حداقل اونا که ضروریه داره. امنیت و آرامش رو داره. به همین جهت است که من خاطرم از یه زمانی که رئیس دانشکده به من پیشنهاد معاونت دانشکده رو در ایران داد، یه صد شعر رو براش خوندم و گفتم این شعر خیلی منو کمک کرده. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. بسیاری از ما در این قفسهای طلایی با خوردن دانه های طلایی فقط رنج میبریم، ولی دل خوش داریم که هر کی ما رو ببینه ما رو طلا میبینه. واقعیت مسئله این است که اون خلأ وجودی ماست که مسئله است، در طلا این خلأ و این خالی بودن ماست که مشکل و مسئله است. به همین جهت که انسان مهم این است که هر چیزی رو سر جای خودش، همه این چیزهای خوب خوبه، مشروط بر این که به اندازه باشن سر جا درست باشه، که چشم بنده خوبه اینجا باشه. ای یکیش اینجا بود، یکیش اینجا بود، ده برابر بود، ای دماغ من اینجا بود، هر کی منو میدید وحشت میکرد و غیر عادی میدیدم. متاسفانه بسیاری از ما از نظر ترکیب آنچه که داریم واقعا ناقص الخلقه ایم. آدم هایی هستن مثل یک چوب کبریت، اما قدرت یه درخت رو دارن یا توان اون رو دارن. خب اینا گیرند و گرفتار دیگه. و به همین جا است که وقتی آدم این گونه تو خالیه در زندگیش مجبور اون همه سطوح از همه مواظبت ها و دفاعی های مختلف رو به وجود بره برای که بتونه خودش رو یه جوری کنترل کنه، جلوه آزادی بیان رو بگیره، جلوه آزادی اجتماعات رو بگیره، جلوه هر چیزی رو که ممکنه اون رو به خطر بیندازه. و این واقعیت دنیای امروز ماست که به میزانی که مهمترین در بیشتر موارد ناامنترین. و همجاست که مطالعات نشون میداد اما هرچه قدرتشون بیشتره امنیتشون کمتر، امنیتشون کمتر بدون تردید. و همجاست که این همه سیستم مختلف و متفاوت پلیسی و اطلاعاتی و امنیتی و در امریکا سیکرت سرویس دارن، یعنی یه سیستمی که پنهانی مواظبشونه، یعنی آشکار یه نمیشه، چون آشکار ممکنه بفهمن چه خبر است. و بعدم سیستم هایی که از شما وقتی نگاه میکنیم، من همین یک شنبه نگاه میکردم CNN رو، یه مسئولی که قبلا تو کاخ سفیدم بوده حرف میزد، یه جوری راجع به موضوع صحبت میکرد که اینا چه چیزهایی رو باید مواظب و مراقب باشن برای که همه جا در خطرن و اینا فقط به خاطر قدرته و الا با خیلی ها خیلی ها هیچ کاری نداره. برگردیم آقای دکتر، فکر میکنم که رسیدیم به جایی که بسیاری از این مسائل جامعه بشری قابل حله. اگر ما یه جامعه بشری داشته باشیم که قابلیت عشق ورزی داشته باشه، قابلیت عاشق شدن داشته باشه و قابلیت عاشق بودن داشته باشه، برای اینکه وقتی اینا رو عشق رو بتونه بفهمه و بتونه بگیره و بتونه عرضه بکنه، قاعدتاً بسیاری از این ویژگی هایی که شما توش ذکر کردید میاد بدون تردید. از جمله مثلا فرض کنید شما گفتید که اولین ویژگی صفت عشق ایثاره، شما میدید بدون هیچ گونه توقعی که شو، و بعد از اون اطمینانه، اشاره کردید استقلال، آزادی، آزادگی، مسئولیت و مسئولیت پذیری، احساس امنیت، آرامش، مواظبت، دلسوزی، شور و شادی و هیجان، لذت و در واقع حظ و کیف. چون تفاوت پلیجر انجویمنت. ببین فرمولی که من 11 تاشو گفتم، اون چه فرمولی بذار ما مثل که 5 تاشو 5 تا یا 6 تا میشه 12 میشه 5 تا. مورد بعدش من میتونم اشاره کنم به موضوع خوشبین بودن، مثبت بودن و امیدوار بودن. یعنی یه آدمی که اپتیمیستیک، هوپفول و پازیتیوه. علتش این هست که نتیجه همین گفتگوهایی که با هم داشتیم، وقتی شما یه آدم خوشبین، مثبت و امیدوار هستید، این سیستم آروم میگیره. بلکه سیستم با درد و رنجی، با وحشتی، با نگرانی همراه نیست. بنابراین میتونه کار خودشو بکنه. درست پس که شما یه دیدن تو آشپزخونه کار میکنن، شما بگید الان ممکنه بمب بندازن رو سر ما، خب اونا کار حتی آشپزیشون رو نمیتونن انجام بدن. نتیجتا عنصریش که مهم هست اینه که شما آدم خوشبینی هستید یا آدم بدبینی هستید. همطور که میدونید
درست مثل پس اطمینان، آیا من کسی هستم که واقعا نیمه پر لیوان رو میبینم ولی میدونم نصف لیوان خالیه، میدونم چگونه میشه پرش کرد، میخوام برم پرش کنم، یا اینکه نه من به نیمه خالی لیوان نگاه میکنم، مثبتم، وقتی به اصلی نگاه میکنم میخوام بگردم جنبه‌های مثبت شما رو پیدا کنم، به دو دلیل، یکی از شما بهره بگیرم، دوم احساس خوب بکنم، و ضمناً امیدوارم، یعنی فکر میکنم آنچه خوبه میمونه و آنچه که بده زائل میشه، این خودش به من اجازه رشد و حرکت رو میده. بنابراین شما اگر آدم بدبینی هستید، آدم منفی هستید، ناامید هستید، به عشق چه کار دارید؟ اصلا عشق هم با شما کاری نداره. مورد بعد که در طول تاریخ بوده ولی عوض شده، تو همین چارچوب آدمی است که ما در گذشته که از صفات عشق صبر بوده، ما قرار بوده صبر کنیم چون نادان و ناتوان بودیم و نیروی طبیعت و حتی شرایط اجتماعی مثل جنگ و بیماری و قحطی ما رو فلج میکرده، آدم ها چاره جز صبر نداشتن و صبر یا پیشنت یه صفت فوق‌العاده بوده، ولی امروز به جای صبر اپورتونیتی و فرصت نشسته و بنابراین در 90% موارد، اگه بخوام عدد بدم همینجوری عرض کنم، 90% موارد صبور بودن یه عیب و ایراده. مهم اینه که 90% زندگی من باید از فرصت ها و امکانات استفاده کنم، و این اون تفاوتی است که شما دیدید دفعه یک کشوری مانند امریکا که به یک اعتبار در بسیاری از زمان کشور اول دنیاست، بهش میگن land of opportunity، یعنی سرزمین فرصت هاست، و این فرصت ها با بقیه چیزها زمینه رو فراهم کنه. شما بسیاری از آدم ها رو میبینید که به دلیل صبور بودنشون صبر میکنن تا بدبختی بگذره. اشکال کاری نیست که بدبختی میاد و میمونه، گرفتاری میاد و میمونه. ما امروز در دنیایی هستیم که باید به استقبال ضرر و خطر رفت و الا از پا در میایم، در بدترین شرایط خودشو نشون میده. بنابراین عنصر دیگر عشق مسئله صبر، اونجایی که چاره نیست، من و شما باید صبر کنیم تا خورشید فردا طلوع کنه، هیچ چاره ای نداریم. اما وقتی میرسه به بقیه که در این شب من و شما میخواییم چه کنیم، مسئله اصلی و اساسی فرصت هست. عامل بعدی که در اینجاست که در طول تاریخ نبوده، ماجرای عشق با فعالیت و در حقیقت چالش همراهه. آدم عاشق نمیتونه پسیف باشه، منفعل باشه. آدم عاشق نمیتونه نقش تماشاچی رو تو زندگی خودش داشته باشه. یعنی شما با یه موجودی روبرو هستید که به هر حال نه تنها به اصطلاح اکتیوه، حتی پرواکتیوه، نه تنها فعاله، حتی پیشتازه، پیشروه، آغازگره، و این موضوع فوق العاده مهمه. چرا؟ برای که زمینه‌های روانی آدم رو نشون میده، توان او رو برای قبول خطر و ریسک نشون میده، در حالی که وقتی که من یه آدمی هستم که حالت فعال رو ندارم، منفعلت گرفتارم. شما نگاه کنید به همه تعبیرهایی که ما از عشق میکنیم، یه موجود مفلوکیست که یه جای افتاده، اگر مرد ریششم نزده، حمامم نرفته، ببخشید از شدت گریه حتی دماغش هم آویزونه، معلوم نیست کجا داره میره، یه موجود نحیفیه. و همجاست که غالب اوقات وقتی میخوان عاشق رو تجسم کنن، برخی از اوقات همچین موجود ضعیف بیچاره رو مجسم میکنن. به من بارها عرض کردم به دوستان، شما به پدر مادرتون در ایران بگید من در امریکا عاشق شدم، پدر مادر میزنن تو سر خودشون که بچه من معلومه چه بدبخت و بیچاره ای شده. موضوع دیگه به نظر من میل به رشد و کماله. ببینید امروز میدونیم بسیاری از مردم هستن که به دنبال یه منطقه امنن که اونجا بمانن، یعنی اون کامفورت زونشون رو وقتی پیدا میکنن تو هر زمینه میمونن. جهان ابدا مال این آدما نیست و عشق و سلامتی و خوشبختی هم ابدا به این موضوع ارتباط نداره. موضوع اصلی این است که یه موجودی قراره به حد اکثر توان خودش برسه، اون چیزی که ابراهام مزلو بهش که سلف اکچوالیزیشن، خود شدن، تحقق خود، یعنی همه نیروهای بالقوه خودشو به فعل تبدیل کنه و تبدیل کنه به آنچه که میتونه باشه، یعنی دانه‌ای باشه که آنچنان رشدی بکنه که نه تنها از اون ریشه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و گل، بلکه میوه بده، یعنی برسه به اون مرحله و بنابراین مسیر رشد رو که قوانین طبیعت مشخص میکنن رو طی کنه. اما در خصوص انسان میدونید یه مرحله بالاتر از رشد هم هست و اون مفهومی است که به زبان میشه گفت به سمت کمال رفتن، یعنی اون چه که کمی است و در جهان فیزیکی و مادی است میتونه مفهوم رشد باشه، اما اون چیزی که کیفی است و جنبه انسانی داره و جنبه برتر از روابط فیزیکی و مادی داره به عنوان کمال هست. این کمالی است
که حتی در همین چارچوب محبت، دوستی، میل به صلح، میل به فهم، میل به درک که به سمت کمال حرکت کردن. درست مثل من و شما ایمونه که میریم کلاس اول، وقتی درس کلاس اول تموم کردیم همونجا نمیشنیم تا آخر عمر خوشحال باشیم که اونجا درس رو بلدیم. از کلاس اول میریم به کلاس دومی که بلد نیستیم و این میل به کماله. و من در بحثی که راجع به استرس دارم کاملا نشون میدم که مطالعات علمی نشون میده روزی که رشد متوقف میشه یا روزی که کمال متوقف میشه، فرد توی استراب و استرس میره و به دنبالش افسردگی و خشمه، یعنی اجتناب ناپذیره. در حقیقت ما یه پرنده ای هستیم که مثل که پروبالمون رو ببندیم، از یه طرف پرواز نمی کنیم و پرواز نمیتونیم بکنیم، از جانب دیگه از پا در میاد، چون خود این پر برای ما بهانه میشه. یا هواپیمایی هستیم که اگر موتور رو خاموش کنیم سقوط ما حتمی و قطعیه. مورد بعدی که تو این چارچوب میتونم بهش اشاره کنم مسئله خود دوستیه. چون ببینید این خمیرمایه عشق، شما وقتی میتونید کسی رو دوست داشته باشید که خودتون دوست داشته باشید، و اینجا میدونید یه سوء تفاهم بزرگی هست که اگر دلتون پیامی دارید بگید پیام ها رو بشنویم، چون مایل هستم این ماجرای خود دوستی رو که به دگر دوستی منجر میشه رو از نظر توضیح بیشتر بدم. ولی ما تا اینجا تعدادی 15 تا از این اصول 16 گانه شما رو رفتیم، ولی شما گفتید در مورد خود دوستی یعنی اون اصل 15ام توضیحاتی رو باید مطلب فرمایید. باکان بده. همطور که هستالی میدونید از نظر علمی من و شما برای خودمون موجود خارجی، شیء خارجی یا شخص خارجی هستیم. این رو میدونید. یعنی همطور که من درباره شما نظری دارم درباره خودم هم دارم. حالا چند روز نظر من راجع به شما به واقعیت نزدیک، راجع به خودم قصه دیگری است. اما وقتی که به انسان میرسه ما دو تا حال رو در مجموعه نظری که راجع به خودمون داریم پیدا میکنیم. یا از آنچه که هستیم احساس خوبی میکنیم و خودمون رو آنگونه که هستیم دوست داریم، یا اینکه خودمون رو نمیپسندیم و دوست نداریم. بنده که گفته شده self love and self hatred پایه زندگی من و شماست. تا اونجایی این خود ناپسندی و حتی بد آمدن از خود و تنفر ادامه پیدا میکنه که دست به تغییراتی در خودمون میذاریم، حتی ممکن آخر کار علاوه بر خودزنی خودکشی کنیم. یعنی نشون میده تا کجا ما میتونیم از خودمون بدمون بیاد همطور که از دیگری بدمون بیاد. پس بنابراین از نظر علمی مردم دو گونن، خود دوستن و خود ناپسند. بعدن توضیح از کنم خود دوست در ارتباط با عشق چگونه است. اما خود ناپسند به دلیل هوش انسانی و به دلیل توانایی‌های دیگر ذهنی بسیاری به این نتیجه میرسن که من نمیخوام خودم رو به دیگران به صورت خود ناپسند معرفی کنم، و یا اگر من خودم رو هیچ و ناچیز بدانم دیگران از من استفاده و سوء استفاده بیشتری میکنن و روی من پا میذارن و منو له میکنن. پس بنابراین بهتره من درست کار عکسش رو بکنم، یعنی از خود ناپسندی برم به خود پسندی. بنابراین وقتی شما به مردم دنیا نگاه میکنید، مردم دنیا سه گونن: خود دوستن، خود ناپسندن و خود پسند. اما آدم خود ناپسند همون خود پسند آدم خود پسند همون خود ناپسندی است که خواسته این رول و نقش رو بازی کنه، ولی در درونش همچنان با خودش مسئله داره. به همین جاست که آدم خود ناپسند که به صورتهای مختلف در میاد، خودخواه، خودشیفته است، خودمداره، خودمحوره، خودبزرگبینه، که در زبان انگلیسی هم ما برای همینا لغت داریم، سلفیش، گراندیوس، سلف سنتر، نارسیسیستیک، ایگویستیک، که این معادلا واقعا با زبان فارسی در این زمینه بسیار نزدیک است و میخونه. نشون دهنده اینه که من میتونم به گونه های مختلفی نقش خودپسند رو بازی کنم که اینا با هم کمی متفاوتن، ولی در تحلیل نهایی من یه آدم خود ناپسندیم، و به همین جهته که نوع کارهای من در مسیر تخریب خودم هست، حتی اگر در ظاهر نیست. مثال عرض کنم، شما بسیاری از وقت میشنوید و من هزاران بار شنیدم که اصلا همسر من آدم بسیار خودخواهیه، بعد اضافه میکنن خیلی مواظب خودشه، مواظب غذاشه، مواظب لباسشه، تو خونه فقط برنامه تلویزیونی که او میخواد ما تماشا میکنیم، و اینا رو مبنا بر این میگیرن که یک خودخواهه، ولی براسه میگن خود دوسته. چنین نیست، اون آدم از خودش متنفره، اون آدم از خودش بدش میاد، چون از خودش بدش میاد و کم داره، همه چیز رو از همه میگیره،
از دیگران هم بدش میاد، خودش رو هم هیچ میدونه. بنابراین که به همه اونا احتیاج داره، به اینکه برنامه رو اون تصمیم بگیره، قضا رو اون معین کنه. یعنی خیلی راحت شما میتونید ببینید که آدم خودپسند در تحلیل نهایی خودناپسند و مانند یه خودناپسند عمل میکنه، فقط به نوع دیگری و به گونه ای. نتیجتا ما در شرایطی قرار میگیریم که خودناپسند و خودپسندیم و باز بسیاری از مردم در دو جای مختلف دو تا نقش متفاوت رو دارن. آدمایی هستن که در بیرون در میان دوستان خودناپسند عمل میکنن، در خانه که میرسن خودپسند، و این دوگانگی رو فراوون شدیم. حالا موضوع عشق به آدم خودناپسند و خودپسند نمیچسب. این عشق با این آدما که در ته وجودشون از خودشون بدشون میاد و حتی متنفرن و حتی در پی آزار خودشون و دیگرانن، ظرفیت و زمینه عشق نیست. تنها آدمی میتونه عاشق بشه که خود دوست، سلف لاو. ولی اشکال کار این است که در بسیاری از فرهنگ و از جمله فرهنگ ما، خود دوستی با خودخواهی اشتباه میشه. خود دوست کسی است که خودشو خوب میدونه و خودشو دوست داره و مهمتر همه رو خوب میدونه و دوست داره به عنوان یه انسان. چهار تا ویژگی هم داره که فوق العاده اینا مهمن. شماره یکش اینه که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش و با خودش میکنه، همطور که کسی رو که دوست داره میخواد بکنه. شما فرزندتون رو دوست دارید، باید همه کارهای خوب دنیا رو بکنه، کتابشو بخونه، ورزشش رو بکنه، هیچ کار بدی رو با خودش و علیه خودش نمیکنه. همطور که شما فرزندتون رو دوست دارید، دلتون میخواد هیچ کار بدی نکنه، شما هیچ کار بدی علیهش نمیکنه. سوم، در دنیایی هستیم که رسیدن به اینجا مهمه که تو گفتگوهای قبلی من بود، هزینه رو، مسئولیت رو و پیامد و نتیجه رو درباره خودش و کار خودش میپذیره. کاست با منه، ریسپانسیبیلیتی با منه، کانسیکوئنس اند ریزالت. چون این مهمه. یعنی هر وقت شما دیدی آدمی میگه دیگران هزینه کنن، تو خرج منو بده، تو از من مواظبت مراقبت کن، به من چه تو گفتی بکن من کردم، یا آدمی که میگه چرا اینجوری شد، چرا بچه‌ها اینجوری در اومدن، هزینه رو نپذیرفته، مسئولیت رو و پیامد و نتیجه و پایان کار رو. آدم خوددوست اینا رو میپذیره و بنابراین شما با یه آدم خودکفا و مسئول و مستقل روبرو هستید که تو ویژگی‌های قبلی بود. و چهارمیش، به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی‌کنه. من حریم شما رو میفهمم و میپذیرم، حرمت شما رو قبول دارم و حق شما رو. من به حریم شما تجاوز نمی‌کنم، برای که حرم شما رو و آنچه که متعلق به شماست رو میفهمم و میپذیرم. به همین دلیل که حرفی نمیزنم که شما رو آزار بدم، حتی پرسشی نمیکنم که شما رو ناراحت کنه. چرا شما سفر میرید یا نمیرید، چرا بچه دار میشید یا نمیشید، چرا ازدواج میکنید، چون اینا تجاوزه. اینا هیچ فرقی نمیکنه که آدم دستشو تو چشم و گوش مردم بکنه یا تو بدن مردم کنه، زخم بکنه، فرقی نمیکنه. روزی که شما از من سوال میکنید که منو ناراحت میکنید، چه فرقی میکنه که مشتی به من زدید یا نزدید؟ بنابراین ما قراره حریم همدیگه رو متوجه باشیم، حرمت همدیگه رو به عنوان یه انسان، چون اصل اونه و حقوقش. اما مهمترش اینه که اجازه نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمت من هم تجاوز کن. چون اگر قرار باشه فقط من به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز نکنم، اما بذارم شما هر جور دلتون خواست با من رفتار کنید، که من آدم مهربانی نیستم، من آدم خوددوست نیستم، من آدم خودناپسندیم، من آدم مهرطلبیم، من خودناپسندم، من خودم حقیر و صغیر و ناچیز میدونم که به شما اجازه بدم به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنید. بنابراین موضوع خوددوستی مسئله اصلی و اساسی است در خمیرمایین های عشق. و من گفتم که اگر آدمی به خود دوستی نرسه، یعنی اون چهار تا اصل رو رعایت نکنه، چگونه میتونه عاشق بشه؟ اما شماره 16 هم چون استوری فرمودید، دو تا هست که میشه 16 و 17 اش حتا کرد. یکی مسئله مهم، میل به دانستن، میل به شناخت و آگاهی بیشتر بیشتر از خودم و اوست. برای که در عشق ما برای اولین بار یه آینه به دست بیاریم که خودمون رو ببینیم و آینه به دست بیاریم که ببینیم کنار هم بیستیم، هر دو رو با هم ببینیم. این فرصت هیچ جای دیگه دست نمیده، هیچ جای دیگه مگر در عشق. و بنابراین موضوع اصلی میل به دانایی. انسان یه پدیده فوق العاده پیچیده است، بی خود نیست که در حدیث گفتن که انسان سر خداست و خدا سر انسانه. ما با یه موجود پیچیده رو برسیم. بارها عرض کردم خدمتون، من با بیش از 25-6 شاید آن شده 27 هزار نفر آدم صحبت کردم، هنوز مورد نیست. حتی همین امروز نفر آخر رو خط رادیو به گونه‌ای با موضوع برخورد میکرد که چون هستاری فرمودید شنیدیتش، با
ولی من تعجب آور بود که یه مادری به مسائل مربوط به فرزندش و دیگران این گونه نگاه میکنه، تا این حد و مرز، تا این حد و مرز. یعنی یه چیزی بود که به من میگفتید یه همچین سناریوی رو میشه نوشت، میگفتم جان فروزنده فکر نمیکنم، این خیلی به واقعیت نزدیک نیست. یعنی بعد از 25,000 نفر شما باز با مورد رو بشید که اصلا فکر نمی کردید و اینو در چارچوب ویژگی انسان نمی دونستید. چرا؟ برای که انسان چنین پدیده حیرت انگیز پیچیده اید. پس بنابراین شما هیچ وقت پایان شناختتون از خودتون و همسرتون دست نمیده، کسی که دوستش دارید، برای همیشه پدیده راز و سریست که با دور شرا. اما مهم اینه که من باید یه چیزی رو بخوام راجع به شما بدونم و بفهمم که با شما رابطه بهتری و نزدیکتری پیدا میکنم، شما رو بیشتر دوست خواهم داشت و از آنچه که میشنوم لذت میبرم و احساس خوبی میکنم. بنابراین نمیتونم بیام برای به بهانه دانایی بگم قبلا با کی بودی، چی کار کردی، چی کار نکردی، چون در اینجا میل به دانایی برای رشد و برای لذت و رضایت نیست. میل به دانایی از شک و سوء ظن میاد، میل به دانایی برای شکنجه من و بعدن توی بلابراین اطلاعات رو میگیرم، رنج ببرم. بسیار از قطعم از بیرون وانمود میکنم خیلی عادیه، ولی از درون طوفان و قوقایی دارم و بعد اینو من رها نمیکنم و ای بسا نه تنها ماها، حتی نه سالها، دهه ها با منه. من با هزاران فرد روبرو شدم که کنجکاوی درباره همسرشون در جهت حتی روابطش قبل از ازدواج داشتن و هیچ وقت اونا رو رها نکرده. صدها بار اگر نه هزاران بار رو خط رادیو تلویزیون دوستانی اومدن که نتونستن این موضوع رو بپذیرن و به همجاز که حتی هفته گذشته بانوی آمد و یه خودم برای چی خواستی بدونی؟ به همجاز که یه مسئله در جهت رابطه و عشق هست، میل به دانایی برای رشد، برای تکامل و برای لذت و رضایت و شادی، نه برای درد و رنج، نه برای بعدن حرص خوردن و قصه خوردن و غمگین و خشمگین بودن. و به همین جهت است که من همیشه عرض کردم وقتی با کسی آشنا میشید مطمئن بشید در چارچوبی که او هست اگر همه چیز رو بدونید باش راحتی. شما وقتی با کسی آشنا میشید باید مطمئن بشید اگر همه چیز راجع به شما بدونه شما رو میتونه بپذیره و همچنان بپسنده، اگر نه باید برید دنبال کارتون و بعدم در زمانی بسیار کوتاه که ای بسا به 2-3 دقیقه میرسه اطلاعات کلی رو درباره گذشته و روابطتون میدید، بدون نام، بدون محل، بدون هیچ جزئیاتی، بدون هیچ حالت احساسی عاطفی، و اگر پرسشی داره یک بار حد اکثر دو بار جواب میدید و پرونده برای همیشه بسته. دیگه نباید به دنبال کنجکاوی برید، اون دیگه بیماریست. اون درست مانند موجودی میمونه که وقتی که شما بهش یه پرنده‌ای بدید بخواد دل این پرنده رو بشکافه، عروسک و اسباب بازی میخواد خوردش کنه ببینه توش چیه. در اینجا میل به دانایی به خاطر رشد و شادی نیست، میل به دانایی برای رنج بردن و رنج دادن و بهانه برای بد بودن و مسئولیت نپذیرفتنه و به همجاست که بیماری و گرفتاری است وقتی شدید میشه. و از کجا میاد؟ عدم امنیت و آرامش، یعنی اون موضوع اصلی. روزی که من در کودکی توجه و محبت رو نداشتم، به امنیت و آرامش نرسیدم، همیشه فکر کردم همه دارن من دروغ میگن، زیر هر کاسه نیم کاسه یه فریبی در کاره و تمام عمرم حتی یه فریب نخورم دارم رنج اونو میبرم. و به همجاست که من همیشه عرض کردم اگر با یه آدم شکاک و مظنون روبرو شدید راه کنید و برید، و اگر آدم شکاک و مظنونی هستید برید خودتون رو معالجه کنید تا بتونید واقعیت و جهان رو آنگونه که هست بپذیرید و کنجکاوی و کوششی در این زمینه نکنید، برای که هیچ وقت پایانش خوب و خوش نیست، هیچ وقت، فقط موجب جدایی و فاصله میشه. بنابراین آگاهی که در عشق برای رشد و شادیه، نه برای اینکه گول نخورده باشم، فریب نخورده باشم یا حرفی از این قبیل. و اگر چون نمیخوام بدهکار دوستان خوب و عزیز باشم، مورد دیگری که بهش خیلی اشاره میکنن مسئله شجاعت. یعنی اگر شما آدم شجاعی نیستید، توانایی هزینه کردن ندارید، توانایی قبول خطر و ریسک ندارید، شما اهل عشق نیستید. عشق اصولا پذیرفتن اینه که من برم و بدون دفاع، بدون آمادگی برای دفاع، اجازه حمله و حتی نابودی رو بدم. به همین است که بسیاری اونجا شکسته میشه. این خیلی جالب شد، توضیح بیشتری بدید. ببینید شما وقتی عاشق میشید
در واقع همون استراک قلبتون به کسی میدید که قشنگ میتونه مچالش کنه بندازه دور، که نه دیگه زندگی فیزیکی شما، نه زندگی روانی شما اصلا بتونه ادامه پیدا کنه. خیلی اونجا میشکنن، خیلی همونجا خورد میشن. من میگم که یه شجاعتی میشه در این مرحله خورد نشد، میشه بدون قلب بدیم ولی زاپاسشو داشته باشیم و بپذیریم که این خطر و ریسک هست. حتی بارها خدمتتون عرض کردم بدترین ضرر و خطر ازدواج چیه. شما عزیزترین موجود زندگیتون که بچه‌هاتون هست رو با کسی شریک و سهیم میشید که میتونه بچه ها رو نابود کنه و شما هیچ کاری نتونید بکنید. همین یکی دو هفته قبل رو خط رادیو پدر یه کاری با بچه میکرد که مادر همجوری باید میستاد و منتظر ای بسا از هم پاشیدن فرزندش میشد. اشکال کار اون هزینه است که این کار داره. بنابراین عشق مال آدمای ترسو نیست، مال آدمای محافظه‌کار نیست، مال آدمای محتاط نیست. به همینجاست که بسیاری از عشق با قمار شبیه قمار نیست ولی ریسک هست، چون آخه قمار حتما هم کار بدیه هم بازی بازندهیه، ولی به یه مسابقه شبیه که ممکن آدم ببازه و به همین دلیل از کار درسته در قمار. در مسابقه هم حالا قمار رو بذاریم کنار، در مسابقه هم احتمال باخت خیلی زیاده نیست. به همینجاست که دنیا رو اینجوری ساختن که من و شما وقتی یه چیز زیادی میخواییم باید در مقابلش چیزی رو بدیم. اینجا متاسفانه برخی از اوقات خیلی هم نمیدن. خب قیمت رو میدیم چی میگیریم؟ هیچی، خیلی از اوقات هیچی. اگه به من بخواید بفرمایید که آدم در اثر شکست در عشق به مرحله بالاتر از انسانیت میرسه، قبول ندارم. نه این مثل این عشق آدم داغون میکنه با این طریق. دقیقاً به همجاست که شما هم بگید از اون به همجاست که از در علمی میدونین چی میگن، حرف درستی میگن. عشق یک عملی است مبتنی بر ورشکستگی، اصلا از اولش همینجوریه. شما همینجوری باید هر چی دارید تو بدید بدون چون تمام. خیلی ساده است ولی نمیفهمم ورشکستگی. شما از اول پذیرفتید معذرم، یعنی به مدتی که این حسو کردید آماده شده برای یه کاری که مبتنی است بر ورشکستگی. یعنی به همین جاست که خیلی ها جرأت و شجاعتشو ندارن و به همین جلدی که عرض کردم این آخرش رو حالا. پس چرا پای میگید که شما عشق تاج سر عقله؟ برای که عاقلانه همچنان باید ریسک کرد. تمام عاقل که ببینید اذیتتون نمیخوام بکنم، حساری باز رفتید محافظه کار و محتاط و مواظب و مراقب شدید. ما تو دنیای زندگی میکنیم no guts no glory، جرأت نداری، خبری هم نیست. ما تو دنیا حریف میدون نیستی، برو فکر کاره کاملا. شما من بگید که من نمیخوام برم فوتبال ببازم، من میگم خب خبر بد براتون دارم، شما حتی پاتون هم به توپ نخواهد خورد. شرط این که بخوای بری بازی کنی و بازی کن بشی داخل، اگه ببری چی میشه؟ خیلی خوب میشه و خیلی هم میبرن اگر دو طرف عاشق باشن میبرن، ولی باید در این حال پس خواست عشق چیزی هم هست جامعه فروزنده. عشق به تنفر تبدیل نمیشه که آدم اذیت کنه، عشق به تدریج به بی‌تفاوتی میرسه. شما یه چیزی داشتید دیگه ندارید، چون واقعیت عشق اینجاست. چون من ابدا قبول ندارم که عشق به تنفر تبدیل شه. هر کسی که از عشق به تنفر رفته بود از اول عشق نبوده، رابطه بوده ولی عشق نبوده. عشق میشه به بی‌تفاوتی، یعنی من دیگه حالا برام فرقی نمیکنه. بنابراین با خودش اونقدر نابودی نداره، ولی از دست دادن خیلی چیزا هست. ولی خب یه چیزی رو دارن که به یک اعتبار نمیخوام بگم حقم نبوده، سهمم نبوده، ولی قرعه فال به من بیچاره زدن که تو عاشق شو و ظرفیتشو فراهم کرد، بله من هم گرفتن. به همجاست که ما مثل کودکانی میمونیم که یه خانه شنی کنار ساحل درست کردیم، آب میاد میزنه میبرتش. قبل من چیزی نبود ما فکر کردیم، ولی بدون اون هم نمیشه زندگی کرد. به همجاست که شما من میگید عنصر عشق شجاعت هست، باز به همین دلیل که شما آدم های محتاط محافظه کار نگران وسواسی رو هرگز عاشق نمیبینید، گیر میدن ولی عاشق نمیشن، وسواس پیدا میکنن، میل به مالکیت و کنترل دارن ولی عاشق نمیشن. به همینجاست که تو صحبت های قبلی وقتی به آزادی و آزادگی رسیدیم در حقیقت قبول تفاوت در دنیا. آقای دکتر ببینید، آیا درسته که اینا ویژگی های عشقه، خصوصیات عاشقه، خصوصیات که معشوق هم باید اینا رو داشته باشه؟ حتما. نیست؟ حتما. خب بنابراین شما وقتی عاشق میشید باید یه چکلیست دستون باشه، علاوه بر اینکه خودتون این ظرفیت ها رو داشته باشید باید در یه مراحلی طرفتون رو آزمایش بکنید که آیا او تا چه حد میتونه لذت ببره، تا چه حد موجود خوشبینیه
میتونید آیا اینا رو نباید بسازید؟ اینجوری بهش نگاه نکنید. فستالی اگر آمدید نشستید، بنده رو برای اولین بار با هم حرف زدیم، فارسی هستیم، خب میفهمیم فارسی بلده دیگه. یارو چک لیست داشت، آن لغت فلان چی جمع نمیدونم. نه نه من اینا رو نمیگم آقای دکتر. نه ولی وقتی که شما دارید صحبت از فرض کنید که شور و شادی دارید میکنید، میبینید طرف اصلا با این دنیا بیگانه است. بنابراین اون هرگز معشوق شما نمیتونه باشه. به همین جد است که چرا هستالی لطف کردی تو من گفتید ویژگی های عشق رو بگو. چرا این مطرح کردیم؟ ما که نمیتونیم بریم ببینیم طرف عاشقه یا نه. دستگاه امارای نشون میده که قبلا بحثش کردیم. اما من یه آدمی روبرو میشم، میرم اصلا به هیچ کس اطمینان نداری. به یه آدمی روبرو میشم، میبینم وقتی گارسون میاد بهش یه نوعی برخورد میکنه که حرمتی برای اون آدم قائل نیست. به یه آدمی روبرو میشم که اصلا سوالاتی میکنه که به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز میکنه. حتی من چه خدمت واسه که اگر دیدی آدم شکاکیه بهانه در بیارید که مثلا دلم درد گرفت یا یک کسی هست، برید اصلا نمونید، شامتون هم نخورید، رهاش کنید. همینجاست که یک کسی شما باید بدونید به دردتون میخوره یا نه. هستالی قرار است که همینه که این آگاهی ها مهمه. همین است که به نظر من چرا جامعه فروزنده، من بارها وقتی دوستان میگم ما عاشق شدم میگم سه تا چیز خوب بگو، من دنبال یک سه تا از این 16 تا بیش از هر چیز دیگه، علاوه بر ماجرای ظاهر و زیبایی و فیزیکال اند سکشوال اترکشن، من دنبال این هستم که بگه من با یه آدم آزاد و آزاده‌ای روبرو هستم که اینگونه به موضوع نگاه میکنه. ولی اگر برگرده بگه که نه خیلی مواظب مرتب مؤدب، من یه دفعه میگم او مای گاد ما مشکل پیدا کردیم. بعد برگرده بگه دقیق سوالاتی میکنه، میخواد بره فکر کنه، خب اون موقع است که شما یه دفعه متوجه میشی میتونه این آدم اون آدم نباشه، چون ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری رو نداره. به همجاست که شما وقتی با کسی حرف میزنید خیلی راحت متوجه میشید آیا در اون حد و توانی که شما میخواهید هست یا نیست، و ممکنه خیلی زود متوجه بشید که این برخورد اول شما به شما میگه خداحافظ. اینه که بسیاری از آدما با هم میرن بیرون میگن اگر با این مسائل آشنا باشن اون کیمستری یا اون کلیک یا اون احساس خوب رو به من نداد، یا تا اون آدم نوع حرفایی که میزنه. پس که این آدم میره روز اول با شما صحبتی میکنه در باره اینکه از شما چه انتظاری داره یا چه چیزایی از او بخواید یا نخواید، خیلی از وقت مسئله است. من خانومی که اتفاقا آقا پزشک بود، دختر خانومی رفت باش بیرون. خب معمولا شما وقتی جلسه اولی کسی رو دعوت کنید میده جایی یه شام میخواید، نسبتا نمیخوام بگم جای خیلی گرون، ولی حداقل در اون زمانی که بهترین رستوران رو یا نزدیک فونز میخوام کنید، ایشون برده بودش گفته من گرسنه نیستم، تا این گرسنته میتونیم بریم مکدونالد یه چیزی بگیریم بریم لب دم اقیانوس بیستیم. دختر خانم جا میخوره، بعدم یه آقا پزشکم بوده میگه ببین من یه چیزی یادم رفت، میتونی منو یه کمی بریم خونه منو بگذاری؟ میره تو خونه و دیگه بیرون نمیاد. اینو یه تلفن میکنه جوابش نمیده. خب شما در اینجا چی رو نشون دادی؟ حالا اون آقا میتونه چی بگه؟ اون جالبه، اون آقا حرفش اینه که من خواستم ببینم این دختر به دنبال مقام من و پول منه. اولی که حق داشته بره، دومی نشون میده چقدر ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری نداره که حالا برای یه ذره پول کوفتیش که اصلا واسه بله برای روز اول میخوان تو رو ببرن همه املاک تو به اسم اون آدم بکنه. چه دختر خانم زیرکی بسیار به برمیگرده میگه منو برگرد خونه یه چیزی یادم رفت، میره و درو میبنده و این هرچی زنگ میزنه تلفن میکنه محلش نمیزنه، برو دنبال کاره. به همیز که ارز کنم برخی از قاعد شما بهتره برید. آی دکتر وقت برنامه پایان رسیده، شما سوال دیگه نکنید چون از حالتون پیداست. بینندگان از ارجمند برنامه امشب به آخر رسید چون جناب فروزنده اجرای خیز برداشتن که من میدونم باعث در سر اصلا بیدم شما تو رو ببینم. نه سوال ساده ای، اصلا سوال ساده شما رو جواب ببینم چون میخوام بگم که من با توی بستم که بینندگان خوب عزیز خواهش کردم سوال بطر نکنید، بعد از برنامه من در خدمت بستم چون این به خوبی و خوشی امشب بگذرم. به خود دوشنبه آخر ساله به خاطر این دی بدید بگذارید از پرسش. بینندگان عزیز خیلی متشکرم آقای دکتر از همه همکاری. ببینید آخرین تکستی که من دریافت کردم با اجازه بدید این تکست حیفه که من این رو نتونم برای شما بیان بکنم، بذارید. با درود به شما و برنامه خوبتان، مخصوصا مهمان عالی قدرتان آقای دکتر هلاکویی،
با همه گرفتاری کاری چطور خود را up to date نگه می‌دارد. برای من همیشه این سوال بوده. پیشاپیش سال نو را به همه شما تبریک می‌گویم. تشکر از همه اطلاعات خوبتان آقای قاسم. لطف کردن پیغام محبت‌آمیز شما. اگر آدم شکاکی باشید باید خدمتتون عرض کنم من به قاسم خوب و عزیز گفتم لطفا اینو بزن منو نجات بده. بینندگان عزیز هر جا که هستید لفاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.